درود بر شما به جلسه سوم آموزش صرف تا صد زبان آلمانی خوش اومدید. امیدوارم ویدیوهای قبلی رو به خوبی دیده باشید و به خوبی یاد گرفته باشید. همونطور که میبینید امروز میخوایم ترکیب حروف صدادار رو با همدیگه یاد بگیریم. وقتی که دو تا حرف صدادار با همدیگه ترکیب میشن چه صدایی رو ایجاد میکنن و چطور خونده میشن و بسیار مبحث مهمی هستش برای خوانش زبان آلمانی. شروع میکنیم با آ و او. آ او با همدیگه ترکیب میشن و صدای آو رو تشکیل میدن. آو مثل کاوفن، کاوفن به معنای خرید کردن، خریدن. لاوفن، لاوفن به معنای دویدن هستش. آوتو ماشین، آوتو. هاوس خانه. پس اولیشی شد آو. آ و او با همدیگه آو رو میسازن. kaufen, laufen, auto, haus. دومی ترکیب صداییمون ترکیب آ املاوت و او هستش. همونطور که تو ویدیو قبلی دیدید آ املاوت ترکیبش میشه ای، صدای ای رو ایجاد میکنه و او که با هم دیگه میشه اوی. پس ای پلوس او میشه اوی. حالا مثالاشو ببینید بچه ها. مویزه، مویزه. دیدید که آ املاوت و او صدای اوی داد. به چه معنی هستش؟ به معنای موس کامپیوتر حالت جمع یا همون موش حالت جمعشو داره. کویتا، کویتا به معنای سبزیجات. و غویمن، فعل غویمن، تمیز کردن، مرتب کردن. سومین ترکیب ای و ای هستش. وقتی که ای و ای پشت سر هم بیان ترکیب صدایی که ایجاد میکنن آی هستش. پس ای پلوس ای صدای آی رو ایجاد میکنه. مثل فایا، فایا آتش. آیس، آیس به معنی بستنی. آینس به معنی یک. وایل چون که. هر کدوم رو نگاه بکنید میبینید که این ترکیب های صدایی رو اگه زیرش خط بکشید کامل توی چند جلسه میتونید یاد بگیرید که چه صدایی ایجاد میکردن. پس فایا، آیس، آینز، وایل صدای آی رو درست کرد. بعدی صدای ای و او هستش. ای و او صدای اوی میده. اوی مثل تویا، تویا. ای و او به معنای گران. نوی به معنای جدید، نو. هویته به معنای امروز. یک بار دیگه تویا، نوی، هویته صدای اوی داد. ترکیب بعدی ترکیب ای و ای هستش، یعنی برعکس این ترکیب ای و ای که تو این حالت ای خونده نمیشه و ای حالت کشیده خونده میشه. نگاه کنید تیا، نمیتونیم بگیم تی ای، تی ای، ای صدا نداره اینجا. پس ای کشیده خونده میشه. تیا به معنای حیوان. شپیل، شپیل، ناخونید ای کشیده شد. شپیل بازی. فیا، فیا به معنای عدد چهار هستش. ترکیب بعدی ترکیب حرف آ و اپسیلون هستش که با همدیگه آی رو ایجاد میکنه. صدای آی مثل بایرن، بایرن. بعدی آ و ای هستش که باز هم صدای آی رو ایجاد میکنه. مثل مای، های. و آخرین ترکیب حرف صدادارمون ای و اپسیلون هستش که صدای ای رو ایجاد میکنه. مثل میا، شپیا. ترکیب حروف صدادار رو یاد گرفتیم، حالا میخواییم ترکیب حروف بی صدا رو یاد بگیریم. اول با حرف ها شروع میکنیم. قبل از حرف صدادار خونده نمیشه ها و حرف صداداری که همراهش میاد به صورت کشیده تلفظ میشه. پس ها رو وقتی که دیدید توی یه دونه لغت قبل حرف صدادار باشه خونده نمیشه و فقط اون حرف صداداره به صورت کشیده تلفظ میشه. مثلا این لغت رو نگاه کنید به معنای زیاد. زیار، نمیگیم زهر، ها خونده نمیشه اما حرف صدا داره قبلش به صورت کشیده خونده میشه. زیار، ایا، گین، گین، نیمن،
نیمن. همچنین که میبینید توی فعل نیمن ها خونده نشد و ای به صورت کشیده تلفظ شد. دومین مبحث سه ها هستش که بسیار مهمه. وقتی که سه ها داشته باشیم، حرفی که صدایی رو که تولید میکنه به صورت ش نرم هستش، ش نرم. پس صدایی که سه ها ایجاد میکنه ش نرم هستش، مثل ایش، ایش، میش، میش. بچه نباید بگید میش، میش، دیش، نیشت. پس نگاه کنید سه ها وقتی که داریم ش نرم ایجاد میکنه، ش، ایش، میش، دیش، نیشت. حالا یه سری استثناء ها وجود داره توی همین سه ها. اگه سه ها قبل از سه ها یکی از حروف صدا داره، یکی از حروف آ، او، او، آ و او بیاد، صدای خیر رو ایجاد میکنه. پس اگه قبل از سه ها یکی از این حروف صدا داره، او، او، آ و او بیاد، چه صدایی رو تولید میکنه؟ صدای خ هستش، مثل نخ. نگاه کنید سه ها قبلش او اومده، صدای خ رو ایجاد کرده. نخ، مخن، لخن، کوخن. نگاه کنید قبل از سه ها او اومده، پس صدای خ رو ایجاد کرده. حالا اگر املاوت بر روی حرف قبل از سه ها بیاد، صدای ش نرم دوباره تولید میشه. پس اگه یه لغتی رو داشتیم که قبل از سه ها حروفش، حروف صدا دارش املاوت گرفته بود، صدای ش نرم رو تولید میکنه. معمولا هم تو حالت جمع اتفاق میفته، مثل بوخ. نگاه کنید بوخ به معنای کتاب، سه ها قبلش او قرار گرفته، پس صدای خ میده. حالا همین حالت جمعش او املاوت گرفته میشه بیوشا، پس سه ها صدای ش نرم رو ایجاد کرد، بیوشا. نخت به معنای شب، نگاه کنید آ قبل از سه ها قرار گرفته، سه ها صدای خ رو ایجاد کرده. حالا اگه آ املاوت بگیره میشه نشت، صدای ش رو ایجاد کرده، نشت به معنای جمع شب هستش. تختا به معنای دختر، فرزند دختر، بازم اینجا سه ها قبلش او قرار گرفته، صدای خ ایجاد شده، اما او وقتی که املاوت بگیره میشه تشتا، تشتا به معنای دخترها، فرزندهای دختر. خب سومین ترکیب حروف بی صدامون، ترکیب استها هستش. استها که صدای ش رو ایجاد میکنن، مثل شنل، شنل به معنای سریع، شخایبن، شخایبن به معنای نوشتن، تاشه، تاشه به معنای کیف هستش. چهارمین ترکیب اون ترکیب تها و اس هستش که صدای ایکس رو میسازن، مثل زکس، زکس به معنای عدد 6، لکس، لکس به معنای ماهی آزاد، و فوکس، فوکس به معنای روبا. پنجمین ترکیبمون ترکیب ت اس ت ها هستش که چه رو میسازن، حرف صدای چه رو میدن، مثل دویچ به معنای آلمانی، دویچلاند کشور آلمان، غوتشن سرخوردن. پس دویچ، غوتشن، دویچلاند. نگاه کنید ت اس ت ها چی رو ساختن؟ حرف صدای چه رو ساختن. ششمین ترکیب اون ترکیب استه هستش. استه وقتی ابتدای سیلاب بیاد صدای اشت میده، مثل شتودنت. نگاه کنید استه اول سیلاب اومده، اول لغتمون هستش، شتودنت، شتودنت به معنای دانشجو، شتونده به معنای ساعت. پس شتودنت به معنای دانشجو، شتونده به معنای ساعت. همین قانون رو برای اسپه هم داریم، اگه در ابتدای سیلاب بیاد صدای اشپ میده، مثل شپیلن، شپیلن به معنای بازی کردن، شپغشن، شپغشن به معنای صحبت کردن هستش. هشتمین ترکیب این هستش، اگه دو تا صامت کنار هم بیان کوتاه تلفظ میشن، حتی ت و کا. پس اگه دو تا صامت یا حرف بی صدا کنار هم دیگه قرار بگیرن، پشت سر هم بیان، کوتاه تلفظ میشن. مثلا کومن، نمیتونیم بگیم کومن، اوکی، کومن، ننن، اوفن، موتا،
دیکه، ایکه. معنیش هم میگیم کومن به معنای آمدن یا اهل جایی بودن، ننن نامیدن، اوفن به معنای باز، موتا مادر، دکه سقف، ایکه میشه گوشه. نهمی ترکیب، ترکیب کو و او هستش که صدای کو رو ایجاد میکنن، مثل کوادراد. کوادراد به معنای مربع. کوالیتت، نگاه کنید که کو و او صدای کو و حرف صدا داره بعدی آ که میشه کوالیتت، همون که کیفیت. کوانتیتت به معنای کمیت. کوانتیتت. ترکیب بعدی ترکیب ای و گ هستش. اگه پایان یه لغتی ای و گ بیاد صدای ایش یا ایگ رو تولید میکنه، مثل غویش، آرام میسنه صدا غویش. بیلیش به معنای ارزان. ویندیش بادی، هوای بادی رو میگن. فلایزیش سخت کوش، زرنگ. پس اگه ایگ پایان یه لغت باشه صدایی که ایجاد میکنه یا ایش هستش یا ایگ، تو اکثر لغات صدای ایش میده که اگه پایانه یه صفات بهش اضافه بشه صدای گ رو ایجاد میکنه که بعدا تو مباحث بعدی یاد میگیرید. بعدی ترکیب پ و ها هستش که صدای اف رو یا همون ف رو تولید میکنه. پس پ و ها صدای ف رو تولید میکنه، مثل فونتیک، همون فونتیک. فاز، فاز یا همون فاز. فوتو به معنای عکس هستش. بعدیش پ و اف، ترکیب پ و اف که صدای ف رو دوباره ایجاد میکنه، مثل فانه. نمیتونیم بگیم پفانه، پ و اف صدای ف رو تولید میکنه، پس میشه فانه به معنای تابع هستش. ففا، ففا، نمیتونیم بگیم پففا، ففا به معنای فلفل. و فایل به معنای تیر هستش. خب آخرین بخش از ترکیب حروف های بی صدا رو با هم دیگه یاد میگیریم و با ایق شروع میکنیم. اگه آخر لغاتی به ایق ختم بشه ما به صورت آ تلفظ میکنیم، مثل فیا. نگاه کنید ایق آخر لغت هستش، فیا به معنای چهار، آ خونده شد. آیا تخم مرغ ها، اوکی، آی آیا جمع تخم مرغ و آ خونده شد ایق در آخر لغت. بعدی پسوند تی آی او ان هستش که به صورت سیون خونده میشه، سیون. پس پسوند تی آی او ان سیون خونده میشه، مثل فونکسیون عمل کرد، عمل، فونکسیون. رولوسیون انقلاب، رولوسیون. بعدی حرف اس هستش که در همه جا اس خونده میشه یا همون صدای س رو تولید میکنه، اما اگه بعدش حرف صدادار بیاد صدای ز رو تولید میکنه، مثل زین، زین. نگاه کنید اس و در ادامش ای اومده که صدای ز رو ایجاد کرده. ناز، ناز به معنای بینی. زاگن به معنای گفتن. زایت به معنای صفه، سایت هستش. قسمت بعدی اگه دو تا مصوت یعنی حرف صدادار کنار هم بیان کشیده خونده میشن، مثل هاق، مو، ته. ببینید کشیده دارم میخونم، ته نمیگم، ته، ته، هاق، زی، زی به معنای دریا. بعدی حرف یوت هستش که صدای یه رو ایجاد میکنه، مثل یاغ، سال. یا به معنای بله، یانوا، ماه یانوا. بعدی حرف اپسیلون هستش که بین حروف صدای او رو ایجاد میکنه، همون اوملاوت صدای او رو ایجاد میکنه. پس اپسیلون اگه بین حروف بیاد صدای اوملاوت همون او رو ایجاد میکنه، مثل فیزیک، فیزیک به معنای فیزیک. زوستم، زوستم به معنای سیستم. زومبول به معنای سمبول. بعدی اگه پایان، اگه ای پایان هر لغتی بیاد به صورت واضح تلفظ میشه، مثل کارته. ایو کامل شما میشنوید، کارته به معنای بلیت. نامه، ببین صدای ای آخر کامل به وضوح شنیده میشه به معنای اسم.
فراگه به معنای سوال. نکته پایانی، اگه اغ پایان لغت بیاد واضح شنیده نمیشه، واضح تلفظ نمیشه، مثل اوا نمیگیم اوار، ره یا اغ رو ما تلفظ نمی کنیم. اوا، نوا، ویر، ویر به معنای چه کسی، نوا به معنای فقط و اوا به معنای ساعت هستش. خب دوستان، در اینجا مبحث ترکیب حروف صدا دار و بی صدا تموم میشه. از شما میخوام که حتما ویدیو رو کامل ببینید و نکته برداری رو انجام بدید، چون درس بسیار بسیار مهمی هستش و یادداشت برداریتون حتما انجام بشه. ویدیو بعدی رو اصلا از دست ندید، چون مکمل این ویدیو هستش و تمرین خوانش هست. امیدوارم که این آموزش ها براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.